22 در بلگراد موفق شد مدال طلا بگیره، در بازی آسیایی هم با همین کشتیگیری فینال رو برگزار کرد، مغلوب شد. اما سال گذشته در قزاقستان این میره بعد یه لحظه برای پیچ کمر از همجا خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز از حریف خودش در ابتدای کار بگیره و کشتیگیری 2-0 میکنه، 2-0 در ابتدای کار است. توشن خارج میشن، یه لحظه پیچ کمر رو اجرا کرد، پیچ کمر رو اجرا کرد و چیز یه یعنی همون دو 4 امتیازی بگیره، اما به پول نرفت و چیر و موفق شد 2 امتیاز بگیره. حالا 2 امتیاز کشتیگیر ما اینجا یک بار دیگه میره برای پیچ کمر، به دوباره پیچ کمر هست، یه بار برده یه بار باخته این کشتیگیر رو. حالا ببینیم که چه خواهد کرد. در 2021 هم سوم دنیا شده و چیر از مغولستان، یک بار دیگه میره برای مایه پیچ کمر. در این حالت با هم دست راست دیدی کتف چپ و حریف هم سعی میکنه که دست رو در بیاره و در تلاش هستن. 2-0 تا این لحظه فینال وزن 65 کیلو مسابقات قهرمانی آسیا بیشکک قرقیزستان، رحمان عموزاد دلاور مازنی ما در مقابل اوچیر قهرمان بازی آسیایی نفر سوم جهان قرار گرفته. یک بار این کشتی رو برد سال گذشته قهرمانی آسیا، بازی آسیایی بهش واگذار کرد کشتی رو. حالا ببینیم کشتی سوم هست و یه جورای انتقامی هر دو کشتیگیر اسبشون زین کردن تا بتونن مدال طلا بگیرن. فعلا 2 امتیاز رحمان عموزاد پیش است. طلای او میتونه بر مسابقات آسیایی از نظر روحی روانی تاثیر مثبتی داشته باشه. اولین فینال ما هست، امیدوارم که با طلا به اتمام برسه. روی دستان هم دیگه کار میکنن. رحمان عموزاد مرتب دستش دیگه کار میکنه، یک بار دیگه میره برای پیچ کمر که این بار اجازه کار رو نمیده به رحمان عموزاد. به دنبال پیچ کمر هست همچنان و او هم سعی میکنه که کشتیگیر ما رو از تشک خارج کنه. در مسابقات بازی آسیایی دیدیم که یک بار هم او فن بالا رو زد، یعنی همین فن او هم داره. رحمان باید مواظب باشه، این نیست که خودش بتونه پیچ کمرها رو بزنه، او هم در این کار استاد هست و توانمند هست. هم یعنی یه لحظه سستینش رو بالا بیاره رحمان و غافل بشه، همون فن خودش رو از این حریف میخوره. واسم در سرشاخ او هم سعی میکنه پای رحمان از توش خارج کنه، از کار به او نمیده. به دنبال کار کردن دستا و تلاش هست اینکه بتونه شرایط برای فنون خودش در وسط دوشک مهیا کنه. به دنبال داور وسط این هم آقای مهدی تقوی، آقای مهدی تقوی با نکات لازم از کنار توشک میگه. مربی خوشفکر زحمتکش، خودش 2 سال قهرمان جهان شده، در همین وضع میتونه به خوبی راهنمایی کنه کشتیگیر ما رو. یک بار دیگه به دنبال پیچ کمر هست، با یه تغییر تاکتیک هم بده، یه تغییر تاکتیک هم بده. مرتب با همون سبک و سیاق باز داره کشتی میگیره، هر از گاهی حالا فن اصلی خودشو بزنه، ما هر از گاهی هم زیرگیری رو نشون بده. زیرگیری خوبی هم میگیره رحمان، وقتی اراده میکنه یه زیرگیر قهار و زبردست از رحمان عموزاد. همچنان زیر کتفان هم دیگه، حالا او هم تمایل داره، اوچیر هم تمایل داره به چسبه و فنون خودش رو به اجرا بذاره، اجازه کار نداد و به هر حال با همون 2 امتیاز با همون 2 امتیاز موفق شد در وقت اول کار به اتمام برسه. حالا ببین در وقت دوم چه خواهند کرد. اوچیر رو سمت راست و کشتیگیر کشور رو سمت چپ شما از آن مشاهده میفرمایید. تومور اوچیر که همون تیمور مغول ها هست و به دنبال تومور، به دنبال پیچ کمر هست تومور اوچیر. او هم همین فن رو داره، او هم تمایل داره که بزنه. یه بار هم زد توی بازی آسیایی به کشتیگیر ما، موفق شد امتیاز بگیره. باز هم در تلاش است تا اینکه بتونه شرط رو برای فنون خودش مهیا کنه. حالا هر زمانی که اراده کنه باید یه تغییر تاکتیک بده، یه زیرگیری بکنه، اون زیرای ناب خودش رو بگیره یا یه دست یک پا رو به اجرا بذاره. یه دست یک پا هم خوب میزنه، یه دست تو کمر خوب هم اجرا میکنه، تو یه دست یک پای دست تبدیل میکنه به یه دست تو کمر. اما کشتی گره خورده، تقاضای اخطار برای کشتیگیر ما، برای رحمان، آقای محسن کاوه. حالا به اون میگه که برو تو، به رو به جلو حرکت کن، برو داخل و هم از بین دو دستاش نفوذ کن. برای زیرگیری اخطار دادن به کشتیگیر ما، خدمتتون عرض کردم، برای حالا تو این سیستم اگر امتیاز بگیره اون اخطار خونسا خواهد شد، میگم که بدونه تو این 17 ثانیه زیرگیری بکنه و اون اخطار خونسا کنه. اما با این یک بار دیگه واسه برای پیچ کمر اقدام میکنه که ناموفقه. ناموفقه با همین سبک و سیاق در مسابقات بازی آسیایی کشتی رو در چین واگذار کرد به این کشتیگیر.
یه چهار امتیازی خودم از بالا به پر رفتم، دارم که نتونه این فن رو به کشکیر ما بزنه. همچنان خب اینجا وقت سیستان اختار به اتمام بسید یک امتیاز برای اوچیر تومور اوچیر در نظر گرفتم. تومور اوچیر در تحال جدا میشه، گفته آقای محسن کاوه جدا میشه، فینال ها رو خود آقای محسن کاوه میاد فینال رو کوچ میشینه. درست هم از سرمربی و بله یک بار دیگه در تلاش هست. نه آقای مهدی تقوی هست، آقای بله آقای کاوه در قسمت عقب هست که یه لحظه تصویرشو نشون داد فکر کردم جلو نشسته. به هر حال میپذیم به ادامه کار. روی دستان هم یه کار میکنن، یک دقیقه و دو ثانیه، دو یک امتیاز، امتیاز مطمئنی نیست که تکیه بکنه. حالا ممکنه انشالله با همین دو یک بتونه برنده بشه، اما هر لحظه پای کشتیگیر ما رو تو خارج کنه، البته یک کم بشن دو دو هم بشن دو تا یک امتیاز گرفته، بازم بازنده است اوچیر. همچنان میزنه که زیر کتفان کشتیگیر ما و دستاش کار میکنه. یه لحظه تا دو رو به هم زد، 39 ثانیه، 38 ثانیه وقت باقی مونده، ببینید اولین طلا رو میتونه به از آن خودش بکنه و پرچم کشورمون در اینجا بالاتر از همه پرچم ها به اعتزاز در بیاد و سرود کشور عزیزمون در اینجا تنی نفکن بشه یا نه. همچنان در تلاش هستم، باز هم در تلاش هستی که بده اوچیر امتیاز عقب افتاده دو خودشو جمعان کنه. رحمان اینجا کار نمیده، به دنبال کار کردن دست ها در تلاش هست اینجا بتونه امتیاز بگیره. پایین 10 ثانیه وقت باقی مونده، حالا کمتر از 10 ثانیه، یه چشم مونده وقت هست، حالا برای زیگیره یه دست تا دور کوچیک ما رو به هم زد، اما بعد از اون تا دور خودش به هم خود رو به دست زد حمله کار میکنه. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. مدال طلای رحمان عموزاد به هموطنان عزیز، به مازندرانی ها، به خلیل شهری ها و برای همه هموطنان در سراسر کره زمین تبریک میگیم. حالا این کشتی که باخته بود تو بازی آسیا را اینجا موفق شد او رو شکست بده، دستش منان فرد پیروز بالا میره، یه طلای ناب تقدیم به ملت عزیز ایران.